درود بر شما جناب فرامرز دادرس جرامی. جناب آقای دادرس، همونطور که مستحضر هستید، مطلع هستید، در روزهای اخیر دوشنبه گذشته به دیپلمات‌های اسرائیلی در هندوستان و گرجستان، شهر تیفلیس، سوءقصد نافرجامی انجام شده. بلافاصله بعد از این سوءقصد نخست وزیر اسرائیل انگشت اتهام رو به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفت و ادعا کرد که جمهوری اسلامی به صورت با بهره گیری از عوامل غیر مستقیم خود چون حزب الله در این سوءقصد به جان دیپلمات های اسرائیلی نقش داشته. جناب عالی به عنوان یک کارشناس امنیتی و اطلاعاتی که به صورت آکادمیک مطالعات امنیتی و اطلاعاتی داشتید، چگونه مسئله را ارزیابی میکنید؟ من به شما و بینندگان تلویزیون درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه من دعوت کردید برای این برنامه. ببینید، من میخوام پیش از اینی که این بحث و این گفتگو رو آغاز کنیم به یک بحثی بپردازم که خیلی لازمه ما باش آشنا بشیم. ببینید، دیدگاه امنیتی از نظر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو متاسفانه بعضی کشورهای غربی، بسیاری از کشورهای غربی به جز انگلیس ها که اسلام رو خوب میشناسن، به عنوان یک واحد سیاسی تنها در نظر میگیرن و همیشه اینطوری بررسیش میکنن. یعنی همه حرکاتش رو مانند یک کشور دیگه‌ای که در جهان وجود داره از نظر سیاسی بررسی میکنن یا از نظر اجتماعی، مسائل اقتصادی، هرچی که هست. ولی یه مسئله بسیار مهمی که وجود داره در جمهوری اسلامی بود اسلام و شیعه است. این رو زیاد بهش توجهی در ارزیابی هاشون نمیدن، در صورتی که شما میدونید سران جمهوری اسلامی و مشاوران آقای رهبر و دیگران، اینها دیدگاه اسلامیشون گاهی میچربه بر دیدگاه سیاسی و حتی در زمینهای نظامی که برسه به مسائل اطلاعاتی. در جمهوری اسلامی شما ببینید اینا همون دیدگاهی رو دارن که پیامبر اسلام 1400 سال پیش داشت. هنگامی که در مکه بود، قریشیان رو دشمن خودش میدونست و با اونها در جنگ و جدل بود. هنگامی که رفت به مدینه، یهودیان هم به این دشمنان اضافه شدن و از همون تاریخ دشمنی اسلام با یهودیان ریشه پیدا کرده، ریشهش در اون زمان درست شده و هنوز هم همون دشمنی ادامه داره. یعنی الان اسرائیل همون سمبول و نهاد یهودیان است در جهان. بنابراین این بود ما باید در نظر بگیریم که این دشمنی پایان یافتنی، پایان پذیر نیست و هیچگاه به پایان نخواهد رسید. با نابودی یکی از طرفین این مسئله ممکنه به پایان برسه. ولی در مورد این سه تا واقعی که اتفاق افتاد، یعنی روز 12 فوریه و روز بعدش در 13 و 14 فوریه که در تایلند یه اتفاقی افتاد، این مسئله برمیگرده به همون مناقشات و در حقیقت مسائل و مشکلاتی که بین اسرائیل و ایران در خصوصا در 2 سال گذشته پس از ترور به اصطلاح دانشمندان اتمی، چون من بسیاری از این کسانی که به عنوان دانشمند نام برده میشه ازشون دانشمند نمیشناسم، برای اینکه این شخصی که در این چند وقت پیش کشته شد، ایشون مأمور خرید بود، یه جوانی بود که یه لیسانس شیمی داشت دیگه، در اتم هم سرشته نداشت، ولی مأمور خرید بود. این دانشمند نیست، یا یه کسی که دانشجو، خودش دانشجو رشته لیسانس و فوق لیسانس بود، هنوز پای دانشمند نرسید. البته بجز اون دکتر علی محمدی که یک دکترای فیزیک داشت و در اون پروژه سزامی که در اردن بود حتی با اسرائیلی ها یک ارتباطاتی داشت که من در طی یک گزارش شاید نزدیک 40 صفحه هست که این پخش شد 2 سال پیش به زبان فرانسه پخش شد، سال گذشته هم به فارسی ترجمه شد و حتی روی سایت وزارت خارجه اسرائیل بخش فارسیش هم هست. دلایل آوردم که در اونجا به نظر من این به دست خود جمهوری اسلامی
کشته شده بود. حالا برمیگردیم به این تهدیداتی که درباره نفر آخرین کسی رو که اینا کشتن آقای احمدی روشن و احمد روشن. این در اوایل ژانویه دیپلمات‌های در حقیقت مامورین امریکایی و اسرائیلی متوجه شدن که یک شبکه تروریستی در آذربایجان، یعنی در جمهوری آذربایجان بس داره به دیپلمات‌های اسرائیلی و یک مدرسه هست که اونجا مدرسه یهودی هست که در حقیقت اونجا خاخام هم تربیت میکنن، چون باید بدونید که در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، حتی چند تا دهات هست که اینا یهودی هست، همون آذری هستن، یهودی هستن، اینا از قدیم یهودیانی بودن که در آذربایجان اون بخش موندن و همه چیزشون، همه ظاهر و چهره و زبونشون همون آذری هست و اهل آذربایجان، ولی از قدیم همون یهودیانی بودن که در ایران ساکن شدن یا ایرانیایی بودن که به دین یهودی گرویدن. این می‌خواستن این مدرسه یهودی ها رو که به نام شهاب است اسمش، اینو اونجا منفجر کنن. یه شخصی به نام بالاقارداش داداشوف، البته این داداشوف من فکر میکنم نام خودش اون اوفش رو بخش بوده چون در اون بخش بوده، این اهل اردبیله، این اهل اردبیل ایرانه، یعنی آذربایجان خودمون. و این بالاقارداش یه برادر زنی داشته به نام رسیم علیوف که من فکر میکنم خواهرش، همسرش از آذربایجانی های جمهوری آذربایجان. به این برادر زنش و یک کسی دیگه به نام علی حمزه حسینوف، علی حمزه حسینوف پیشنهاد میکنه که $150,000 به اینا بده، اینها برن این عملیات تروریستی رو انجام بدن. اونتا چند روز جلوتر از این در همون اوایل ژانویه اینو متوجه میشن، مامورین آذربایجان اینا رو دستگیر میکنن و دیدید که یک مشکلاتی بین روابط بین آذربایجان، جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی به وجود اومد که کارش به مطبوعات هم رسید. اونها وابسته نظری، وابسته آذربایجان رو در ایران متهم به نمیدونم عمل غیر خلاف و غیر اخلاقی کردن و از این چیزا. ولی در دوشنبه 13 فوریه، چند روز پیش از اینی که این عملیات در هند و گرجستان و سپس در تایلند به وقوع بپیونده، 12 فوریه، 4th anniversary کشته شدن عماد مغنی است، یعنی رهبر شاخه نظامی خارجی حزب الله که در دمشق 4 سال پیش اتومبیلش منفجر شد و اینو وابسته کردن به سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. اون خب باز داستانش یه بحث دیگه داره. اسرائیلی ها آماده باش بودن، تمام دیپلومات هاشون، سفارت هاشون، مقامات امنیتیشون، چون سال گذشته یک کوششی کرده بودن که در بعضی جاها مثل آذربایجان، حتی در تایلند بتونن یه بمب‌گذاری کنن که این دیپلمات‌های اسرائیل به انتقام عماد مغنی از بین ببرن. دو تا موتور سوار میان، همون سناریویی که در ایران هم اتفاق افتاد. البته اینو باید ما در نظر داشته باشیم که با موتور سوار و بمب‌های مغناطیسی چسبوندن به زیر ماشین یا کنار ماشین، این یه مسئله که در کشور اروپایی هم سابقه داشته، یعنی همه جا مختص یا ویژه اسرائیل یا ایران یا کشور به خصوصی نیست، یه متد خیلی ساده و عملیه که ازش میتونن در این کارا استفاده بکنن. این دو تا موتور سوار میان از کنار ماشین همسره، یعنی ماشینی بوده مال دیپلماتیک، مال سفارت اسرائیل در هند، که این همسر یک وابسته نظامی اسرائیل میرفته که بچه هاش رو از مدرسه بیاره. وقتی که رد میشدن میان به قسم سمت راست ماشین، اون طرفی که به گفته ایرانی ها میگن سمت شاگرد، اون در عقب ماشین این بمب رو میچسبونن. این بمب منفجر میشه در اون ماشین، به جز راننده و این خانوم، دو نفر دیگه هم سرنشین بودن. این خانم که هدف بوده، این بمب منفجر میشه و بخشای تکای از تکای آهن
میره در کلیه راست میخانون و مقداری هم وارد ستون فقراتش اونجایی که نخا هست قسمت میونی کمر میشه. اینو یک مداوای ابتدایی میکنن و بعدم بردنش اسرائیل. این شوهرش وابسته نظامی اسرائیل در هند بود، ولی این خانم هم خودش پاسپورت دیپلماتیک داشت چون اینا دارن به خاطر مسائل حفاظتی خودشون. رئیس پلیس هند گفته بوده که این کار خیلی حرفه‌ای بوده و این کسانی که این کار کردن خیلی آموزش دیده بودن در این زمینه. بلافاصله شکشون برده به یکی از گروه‌هایی که در هند گروه‌های مسلمان سنی هستند که به نام مجاهدین هند معروف هستند. شکشون برده به اونها. اصولا جمهوری اسلامی در ترورهای خارج از کشور تا کنون از ایرانی‌ها به طور مستقیم استفاده نکرد. البته توضیح میدم چون ممکن الان بعضی بینندگان بگن آقا شاپور بختیار ایرانی‌ها کشتن یا رضا مظلومان ایرانی‌ها کشتن. یا ببینید این گفته‌ای که من میگم، ببین شاپور بختیار رو یا رضا مظلومان رو نمیتونسته دوتا عرب یا بر اونجا بکشه. ناچار بودن که ایرانی رو نفوذ بدن در اینها و این کار انجام بدن و دیدیم چه شد. ولی تمام ترورایی که از ارتشبود و بسی و برادرش یا شهریار شفیق همینطوری در فرانسه یا در سایر جاها انجام شده اغلب از خارجی استفاده کردن. حالا یا یه سیاپوسی بود در امریکا اون آقای طباطبایی ترور کرد، یا عرب ها بودن که در جاهای دیگه حتی برای کشتن خارجی ها مثل جورج بس که رئیس سابق پژو بود و کسی بود که یه مدت رئیس انرژی اتمی فرانسه بود و با ایران یه مقدار مشکل داشتن، که باز از اکسون دیرکت فرانسوی که گروه های چپ بودن که باز دیده شد پشت اینها به لبنان و فلسطین اینها مربوط میشه استفاده کردن. این در این کشورها از این گروه های ناراضی مثل مسلمان های افراطی حالا چه سنی چه شیعه اینا استفاده میکنن. رئیس پلیس هند گفته بود اینا خیلی کار حرفه‌ای انجام دادن. همون به فاصله در همون روز به فاصله چند ساعت در تفلیس هم یک ماشینی که مال سفارت اسرائیل بوده راننده متوجه میشه که یک بسته مشکوکی زیر این ماشین هست و پلیس رو خبر میکنن و میبینن یه بمب دستساز، این بمب دستساز بوده و اینو به اصطلاح خونساش میکنن. خیلی جالب اینه که نوع بمب مواد منفجره هم در هند و در گرجستان یکی بوده، پس نشون میده که کسی که این دستور رو داده یا ستاد یا فرمانده این کار یک جا هست، یک جای مشخصه. این در گرجستان، من باید اینو توضیح بدم که باز در گرجستان اولا اشتباه راننده سفارت اسرائیل بوده که اصولا اتومبیل هایی که یا سفارت هایی که احساس خطر میکنن مثل اسرائیل که همیشه با خطر روبرون در جهان، اینها ماشین رو نمیبرن 100 متر اونورتر سفارت پارک کنن. این ماشین رو راننده برده بوده 100 متر بالاتر از سفارت پارک کرده. البته اون خیابون گفته میشه که مقر نخست وزیر هنده، یعنی یکی از خیابون هایی که به خوبی محافظت میشه، ولی اصولا اصول امنیتی اجازه نمیده که راننده از ماشین یک لحظه حتی جدا شه مگر در یک جای کاملا امن باشه. حتی اینا در پارکینگ هایی هم که میبرن استفاده میکنن، چون معمولا ماشین ها شماره دیپلماتیک پلاک سبز داره در بسیاری از کشورها، اینو هر جایی نمیبرن پارک کنن چون اینا همیشه هدف قرارن. به ویژه که اینا روز 12 آماده باش داشتن، پیش از 12 و این کار شاید میتونیم فقط این امکانه بدیم که این رو خودشون دام گذاشته بودن که ببینن کسی به این نزدیک میشه، چون هندی ها چند روز بعد یکی رو دستگیر کردن که گفتن این از سنی ها بوده و اونم یه اشاراتی کرده که ارتباط درجه دوم یا سوم با جمهوری اسلامی داره. شاید این یه تله‌ای بوده برای اینکه ببینن کسی به این ماشین. آقای عوضی میخوام من صحبت های شما را قطع میکنم، همینجا یه سوالی به ذهن من اومد که شاید به ذهنش سایر بینندگان نیز خطور کنه.
شما با چون تحصیلات آکادمیک امنیتی دارید با مسائل اطلاعات و ضد اطلاعات آشنا هستید، میخوام این سوال مشخصا از شما بپرسم و که با واژه فالس فلگ شما تصور میکنم آشنا باشید، یک از اصطلاحات امنیتیه که ادعا میشه که یکی از طرح‌های موساد فالس فلگ یا همون پرچم دروغین و مخصوصا بعد از ترور آقای المکو در دبی که اون تیم 10 نفره که موساد فرستاده بود برای ترور یکی از سران حماس آقای المکو که در هتل به قتل رسید و ویدیو و عکس‌های مامورین موساد نیز خود توسط مدیاهای دبی منتشر شد. و نکته‌ای که حالا غرض از گفتن این داستان، نکته‌ای که در میخوام مطرح کنم که در اون موقع از پاسپورت‌های انگلیسی مامورین موساد استفاده کردند و خودشونو شهروندان انگلیس عنوان کرده بودن که حتی مورد اعتراض دیپلماتیک انگلستان نیز قرار گرفت. آیا ممکنه به نحوی این ترورهای همزمانی که اتفاق افتاده در تیفلیس و در تایلند و هندوستان بخشی از فالس فلگ اداره اطلاعات اسرائیل موساد باشه که بدین نحو زمینه سازی بشه جهت مناسب و مساعد کردن افکار عمومی برای یک حمله احتمالی به جمهوری اسلامی یا نه؟ این پرسش بسیار خوب و ریزبینی و نکته بینی است. ببینید همه اینها، همه این احتمالات رو میشه در نظر گرفت. منتها کسانی که آنالیز میکنن این مسائل رو بایستی دارای اطلاعات جانبی باشن، یعنی همه این اطلاعات رو داشته باشن و بعد برسن به این مسئله. منتها این میتونه، ما باید بپذیریم که یک درصدی این کار امکان داره. باز من میخوام یه خورده وسیع‌تر بگم، ممکنه مثلا یک کشور ثالثی این کار بکنه برای اینکه باز میونی دوتا رو به هم بزنه، برای نمونه مثلا روس‌ها، چون هرچی این درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل و غرب بیشتر باشه و وجود داشته باشه به نفع روس‌هاست، برای اینکه روس‌ها، ایران به روس‌ها بیشتر وابستگی پیدا میکنه. حتی میتونیم بگیم که سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی که دوست دارن رژیم رو سرنگون بکنن به نفع خودشون، اونها هم ممکنه اگر قدرتش داشته باشن که خب ما میبینیم ندارن در اون سطح، این کار انجام بدن. چون اگر در یه جا بمب گذاری بود، خب ما میتونستیم بگیم که کار یکی از این سازمان‌ها هم میتونه باشه، ولی همزمان در 3 نقطه 3 کشور این دیگه یه مقدار. ولی روس‌ها میدونید در هند نفوذ بسیاری دارن، چون شریک هندی‌ها هستن، همونطوری که به اصطلاح چینی‌ها با ایران این مسائل رو روابط اقتصادی خیلی نزدیکی دارن، ولی فکر نمی‌کنم چینی‌ها وارد این ماجرا به این صورت بشن. همه این احتمالات رو میشه فرض کرد. منتها اگر اجازه بفرمایید که من به پایان این بحث برسم، شاید بینندگان یه مقدار روشن بشن، خودشون هم بتونن نظر بدن که آیا این مسئله میتونه باشه یا چی هست. همه چیز امکان داره در کارهای اطلاعاتی. زمانی ما میتونیم یک نتیجه گیری دقیقی بکنیم که همه اطلاعات رو داشته باشیم. متاسفانه در این زمینه ها حتی پلیس نمیاد اعلام بکنه که نوع مواد منفجره از چه نوعی بوده. خب این نشون میده که از کجا ساخته، در کجا ساخته شده، چطوری برده شده، اینا همه نشون دهنده این مسائل هست. تو بعضی مواد منفجره مثل C3 یا C4 که به عنوان پلاستیک معروفه، یا بمبایی که خمیری شکله، اینها حتی یک به اصطلاح موادی در اینها هست که نشون میده هست در کدوم کارخونه ساخته شده، در چه سالی ساخته شده. اینا بر اثر تجزیه و تحلیل اینا به دست میاد. منتها پلیس این مسائل رو عنوان نمیکنه یا مامورین امنیتی. این هست به عهده خبرنگارا، گزارشگرا، پژوهشگرا که در زمینه اطلاعات کار میکنن، با عواملی که دارن، با دوستی هایی که دارن، با ارتباطی که دارن، بتونن به بخشی از اینها دست پیدا کنن و بتونن اینو آنالیز بکنن. حالا برگردیم به اون جریان
گرجستان. در گرجستان خب یک بی احتیاطی شده، اون راننده سفارت که 100% ایشون هم آموزش‌های اطلاعاتی دیده نباید اتومبیل راه می‌کرده، مگر به شرطی که خودشون می‌خواستن این رو به عنوان تومه بذارن. روز 14 فوریه یعنی دو روز بعد از اون یک انفجار مشکوکی در یک خونه در یک منطقه مرفه و عیانی بانکوک به وقوع می‌پیونده. اینجا الان من فراموش کردم مسئله گرجستان رو باز کنم، یه مقدار بعد برم به بانکوک بگم تو حضور ایرانی‌ها در این کردم تکثیر مترجم نه هیچ اشکال نداره. ببینید در گرجستان و در منطقه قفقاز و روسیه بزرگترین باندهای خلافکار و جنایی و مواد مخدر به دست گرجی‌ها اداره میشه. حتی داخل خاک روسیه هم گرجی‌ها هستن که این باندهای مواد مخدر رو و جنایت رو مافیا رو اداره میکنن، یعنی دست نفوذ خیلی زیادی دارن. این نفوذ گرجی‌ها هم در همه سطح ارکان اتحاد جماهیر شوروی سابق بود و الان هم در روسیه آثارش مونده، برای اینکه میدونید جوزف استالین رهبر روسیه اون دیکتاتور بزرگ خودش گرجی بود و از همون زمان بسیاری از گرجی‌ها در اتحاد جماهیر شوروی دست به کارهای مهمی داشتن. وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی شوادنازه ایشون گرجی بود که بعد رفت شد رئیس جمهور گرجستان. به هر حال گرجی ها اونجا به عنوان آدم های شرور و آدم هایی که ناآرام هستن شناخته میشن. خب جمهوری اسلامی هم بخشی از صدور مواد مخدرش به سمت اروپا که از طریق افغانستان میاد از آذربایجان، جمهوری آذربایجان میگذره و بخش دیگریش از گرجستان. خب مواد مخدر برای جمهوری اسلامی که تحت کنترل سپاه و اطلاعات هست یک در حقیقت ارز رایج و بسیار ارزنده است در اونجا و این ارگانیزاسیون سازمان های تروری مافیایی از اینها میشه استفاده کرد برای عملیات خرابکاری و ترور، چون اینا خیلی آشنایی هم به این کار اسلحه و این مواد دارن. بنابراین در گرجستان میتونه جمهوری اسلامی از گرجیا استفاده کنه، ولی همونطور که شما گفتین ممکنه مثلا اگر اسرائیل هم میخواد اون طرحش رو پیاده کنه اونم از همونها استفاده بکنه. حالا خوشبختانه اونجا منفجر نشده. در بانکوک هم میدونید که پس از حتی پیش از انقلاب رفت آمد ایرانی ها به بانکوک خیلی زیاد شده بود، برای اینکه کشوری بود ارزون بود و در اونجا همونطور که میدونید بازار سکس و زن خیلی زن و حتی پسر بچه اینها هم خیلی رواج داره. پس از انقلاب جمهوری اسلامی حتی من یادمه که رفتن به تایلند و بانکوک رو ممنوع کرد و هر کس میرفت اونجا پاسپورتش جریمه میشد و یه محدودیتی داشت، ولی بعدا آزاد شد. و اگر خوب خاطرتون باشه همین آقای سردار متی که نفوذ کرد در اپوزیسیون و اپوزیسیون رو بی‌آبرو کرد، ایشون هم از همون تایلند صادر شد. در آغاز رفت تایلند و بسیاری از این آقایون اپوزیسیون به هوای الماسای آقای متی رفتن اونجا. ببینید در اونجا پس اینها نفوذی در تایلند دارن. تایلند هم کشوریه که خب به هر حال درش هم فحشا رواج داره هم فساد رواج داره، با پول خیلی کارا میشه کرد. یه خونه در اونجا منفجر میشه و اینهایی که در اون خونه بودن ظاهرا سراسیمه میشن و هر کدوم فرار میکنن بیرون. خب یه آقایی که در حقیقت پاهاش از دست داده که نامش سعید مرادی حدود 28 سال است و جوانترین عضو این گروه 4-5 نفره بوده، ایشون میاد داخل خیابون، زخمی بوده یه مقداری و جلوی تاکسی رو میگیره که تاکسی سوارش کنه، او تاکسی رد میشه، این بمب رو پرتاب میکنه به تاکسی. این خیلی عجیبه که نشون میده که این آقا اصلا در کارش حرفه‌ای نبوده، این باید فقط جون خودش نجات میداد میرفت و بعد میبینه پلیس به دنبالش هست، به پلیس پرتاب میکنه که برمیگرده حالا یه کمونه میکنه هر چی میشه، اون ترکش پاهای اینو قطع میکنه. یکی دیگه‌شون موفق میشه خودش به فرودگاه برسونه
که میگیرنش و یکیشون هم موفق میشه بره مالزی که اونم کشور مالزی میگیره و یه خانمی بوده که به نام لیلا روحانی، این خانم موفق میشه از اونجا بره که میگن احتمالش هست رفته بازگشته به ایران. این کسی بوده که این خونه رو اجاره کرده به نام خودش این خانم در اون منطقه. حالا باز ما باید بدونیم که در کشورهای سال هاست در سنگاپور، در مالزی و در تایلند باندهای بسیاری باندهای قاچاق ایرانی گرفتن، حتی در اینها زن دیده شده، ده ها نفر شاید هم الان بیشتر ایرانی در زندانهای مالزی، سنگاپور و تایلند به جرم ترافیک مواد مخدر زندانی هم. خب پس بنابراین این چند نفر، حرکاتی که این چند نفر نشون دادن و بعدم عکسایی از این آقایون پیدا شد، سه تاشون که با فاحشه های روسپی های تایلندی انداخته بودن، نشون داد که اینها بیشتر میخورن به باندهای قاچاق ایرانی مواد مخدر در اون جنوب شرقی آسیا. این است که اینها یه مقدار مسئله رو مشکوک میکنه، چون در هند یک سنی رو گرفتن، در گرجستان کسی رو پیدا نکردن که احتمالاً میتونه گرجی باشه، اینا همه ممکنه پول گرفته باشه این کار کنن، ولی در اینجا جمهوری اسلامی یا حالا هر کشوری من متهم نمی کنم ولی میرسیم در پایان نتیجه‌گیری، از این استفاده کرده از این آدم ها. این آدم ها حرفه‌ای نبودن، این آدم ها بمبگذار نبودن یا معتقد به اسلام آنچنانی هم نبودن، سربازان امام زمان و این حرف هم نبودن، ولی کلن اینه بگم که باز ما سابقه داریم که در اداره وزارت اطلاعات و سپاه اینها از زنهای روسپی، البته روسپی های ایرانی استفاده می کنن. باز نمونه شو دیدیم که جلوی یکی از این همین ها روسپی ها رو نشوندن جلوی یکی از خبرنگارای و سیاست بازان معروف ایرانی و ازش فیلمی تهیه کردن. باز از این کارا گاهی در اپوزیسیون هم انجام دادن. بنابراین برای اونا مهم نیست که این شخص روسپی باشه یا قاچاق فروش باشه و از اینا استفاده میکنن، بهره میبرن برای کارهاشون. خیلی جالبه که مدارکی که از پاسپورت اینها پیدا شده و عجیب اینه که چرا کسانی که رفتن اونجا بمب بذارن یا حالا عملیات خراب کنه انجام بدن، مدارک شناسایی با خودشون بردن هم کردن، چون مامورین جمهوری اسلامی میتونستن از عرب ها باشن، از آمریکای جنوبی، مثلا از کشور ونزوئلا آقای چاوز غیره، اینا پاسپورت های آمریکا جنوبی داشته باشن و بسیاری کشورهای دیگه، ولی اینه که این پاسپورت ها اینا که رفته اونجا و کارت شناسایشون که گرفته شده نشون میداد که یکی از این پاسپورت ها در تاریخ، من الان اینجا اجازه بدید من پاسپورت بیارم آقای دادرس، من نگاه کردم سه تا پاسپورتی که من تو اینترنت نگاه کردم زمانش واحده، تاریخ صدورشون نشون میده که در این زمان واحده. این خیلی جالبه چون اینا حدود 8 ژانویه این پاسپورت ها صادر شده و اینها 14 فوریه اون اتفاق افتاده، یعنی تا حدودا یک ماه خورده 40 روز جلوتر. دو تا از این پاسپورت ها یه مقداری جالبتره که باز من این بگم شاید بعضی زیاد توجه نکردن، اینه که پاسپورتی هست که مال اون خانوم لیلا روحانیه و اون آقای مسعود صداقت زاده، اینها تقریبا همسن و سال هم، حدود 31 سال سنشونه. در پایین پاسپورت خانوم لیلا روحانی یه شماره هست که نوشته F160-1080. اینو شما اگه نگاه کنید F160-1080 در زیر پاسپورت یا کارت در حقیقت شاید ملیشون باشه یه همچیزی، در اونجا مال این آقای صداقت زاده نوشته M160-1080 شماره یکیه، یعنی نشون میده که اینها یه پرونده دارن، یعنی اینا ممکنه یه نسبتی با هم داشته باشن. اون F که در مورد خانم نوشته شده همون فمیننه به انگلیسی یعنی زن، M مسکولن، البته من به فرانسه میگم به انگلیسی هم همون میشه یعنی مرد، که این یه چیز بین المللیه که میذارن که این زنه یا مرده.
بنابراین نشون میده که اینها یک پرونده با هم دارن، شاید با هم فامیلن، شاید زن و شوهرن، به هر حال به جز اینی که در یه روز صادر شده با اختلاف کمی شماراش فرق میکنه، این دوتاش یعنی شمار پرونده اینا یکیه، یه مقدار جالبه. ببینید میرسیم به اینی که چه اتفاقی در بانکوک افتاده بود. اوایل ژانویه اول ژانویه یک مامورین تایلندی یک لبنانی، لبنانی الاصل رو دستگیر میکنن که یعنی لبنانی سوئدی بوده، احتمالاً از لبنانیایی بوده که در سوئد پناهنده شده و ملیت سوئدی گرفته. این ارتباطات نزدیکی هم کشف میکنه از ایشون که با حزب الله داشته. این شخص حدود 4000 کیلو یعنی 4 تن، البته ممکنه یک بار اینو نبرده باشه، موادی است به نام دانه های نیترات آمونیوم. این دانه های نیترات آمونیوم کلن چند تا مصرف در صنعت داره. موقعی که میخوان شیشه های فلورسنت بسازن یا شیشه های براق بسازن، هنگامی که میخوان اینو در شیشه ذوب کنن، آمیخته بکنن، استفاده میکنن از این. یکی دیگه از موارد استفاده این نیترات آمونیوم ساختن همین بمب‌های دستسازه، یعنی بمب‌هایی که ما نمونه‌هایی که از این بمب تا حالا به اصطلاح منفجر شده در جهان یه مقدار سر صدا کرده، همیشه هم خسارت زیادی داشته، یکیش در اوکلاهوما سیتی بوده در خود امریکا سال 1995 اینها این اتفاق افتاد، بعد اگه یادتون باشه در بالی اندونزی یک جایی بود که یک دیسکوتک بود که 70-80 نفر کشته شدن و یه تعدادی هم سوختن، از این نوع بمب استفاده شده بود. در مراکش هم باز آخرین بار سال گذشته بود، در آوریل گذشته 2011 که یه رستوران رو منفجر کردن، حدود 20 نفر اینجا کشته شد در مراکش. از بزرگ شما اینو از این نیترات آمونیوم که فرمول از بزرگ شما به هر حال این نیترات آمونیومی که این آقا وارد کرده اونجا کاربرد دوگانه داره، میتونم اینطوری براتون تشریح بکنم، کاربرد صنعتی داره همونطوری گفتم در شیشه سازی فلورسنت، و میشه در بمب‌های دستسازم با مخلوط کردن چند عامل شیمیایی دیگه بمب ساخته بشه. همه اینها باز نیاز داره به اینی که این سیستم ها با یک موج انفجار باز منفجر بشه که معمولا از TNT استفاده میکنن. در تایلند پلیس اینو به دست آورده و در هند همین رد مواد منفجره گرفته شده و در گرجستان هم همینطور. این نشون میده که هر سه این عملیات از یک جا برنامه ریزی شده و چون در دو روز متوالی بوده، کار یک گروه کوچیک نمیتونه باشه، کار یک سازمان امنیتی بزرگ در سطح یک کشوره. حالا باید دید که این ایرانی هایی که اونجا گرفتن، به هر حال مشخص شده که اینا ایرانی هن، بعد باید دید که آیا میشه که خب بستگی به خود جمهوری اسلامی داشتن یا کس دیگه، یعنی یه کشور دیگه سالس، حالا من نام نمیخوام ببرم، نمیتونم بگم، یعنی مطمئن نیستم، اینها رو فریب داده باشه. چون ما یه خبری هم چند وقت پیش شنیدیم که جندولار، اگه خاطرتون باشه اون داستان ریگی رو، خود امریکایی اعلان کردن که مامورای اسرائیلی در پوشش سازمان‌های امنیتی امریکا با ریگی و گروهش تماس گرفتن و اونها رو در حقیقت هدایت می‌کردن. این مسئله هم ممکنه پیش بیاد، ولی گرفتن این چند تا ایرانی بسیاری مسائل رو حل میکنه، چون الان هم اینا در اونجا گرفتار شدن و یه جوری نیست که دیگه بشه نجاتشون داد. اینها 100% لو خواهند داد که به کجا وصل بودن و این مسئله این نیست که تنها جمهوری اسلامی انکار میکنه، اسرائیل میگه خب کار اینها بوده، دلایلی هم داره برای این کار و این دلایلی که داریم میبینیم در سه کشور اتفاق افتاده، ولی من فکر میکنم که امریکایی و سایر سازمان‌های اطلاعاتی جهان هم برایش خیلی جالب باشه بدونن این مسئله چی و پیگیری خواهند کرد که بدونن چه اتفاقی افتاده.
آقای دادرس جرامی، به مطالب بسیار مهمی اشاره کردید، به ریزکاری‌هایی که این بمب‌گذاری‌ها دارن، از جمله اینکه این گروه تروری که مخصوصا در تایلند گرفتار شدن بیشتر شبیه یک گروه آماتور هستن که در دست یک عده قربانی شدن، و مخصوصا اشاره کردید به اینکه یک نیروی امنیتی به هیچ عنوان کارت شناسایی با خودش حمله می‌کنه تا شناسایی بشه، و این نکته بسیار جالبیه. با این اوصافی که شما فرمودید میتونیم از این زاویه نگاه کنیم که جمهوری اسلامی این گروه آماتور رو فرستاده در تایلند که به نحوی یه سیگنالی به اسرائیل بفرسته، حتی با قربانی شدن اون چند نفر که بله ما اگر بخواهیم میتوانیم دیپلمات‌های اسرائیلی را در سراسر دنیا هدف بگیریم، این سناریو تا چقدر محتمله؟ دقیقا میتونه این باشه، برای اینکه بمبی که در گرجستان زیر ماشین کار گذاشته شده، و ببینید بمبی که در هند کار گذاشته شده، بمب به اون صورت نبود که سرنشین ماشین از بین ببره. به نظر من اندازه اون بمب جوری تنظیم شده بود که سرنشینان ماشین رو زخمی بکنه و یه هشداری به اسرائیل باشه. به جز این بود، اگر ما با بمبی که برای مسعود علی محمدی گذاشته بودن، دکتر مسعود علی محمدی در تهران، اگر 10 نفر هم سرنشین ماشین بود، همه اینا از بین می رفتن، برای اینکه مغز علی محمدی بر اثر موج انفجار شکافته شده بود. بمب قوی بود. بمبی که در هند استفاده شد بمبی بود که اندازه گذاشته بودن، نمیخواستن بیش از یه اندازه بگذره، ولی خب متاسفانه منجر شد به جراحت و آسیب نسبتا شدید اون خانم، و اون 3 نفر دیگه هم خساراتی برداشتن، آسیب دیدن. بیشتر من فکر میکنم که هدف ایران از این کار جمهوری اسلامی یه اخطار نسبتا جدی باشه به اسرائیل، و که به هر حال یه تصفیه حسابی کرده باشن، ولی نمیخوان بیش از یک اندازه‌ای جلو برن، چون اگر این اتفاق رو میتونستن در داخل اسرائیل این کار انجام بدن، خب اونجا حد اکثر زورشون رو میزدن که بتونن خسارت بیشتری وارد کنن، ولی این امکان براشون وجود نداره. در یک کشور ثالثی مثل هند که هر دوی ایران و اسرائیل روابط بسیار نزدیکی دارن، همین چند هفته پیش بود که رئیس جمهور هند در سفری به اسرائیل با آقای شمعون پرس گفتگو کرد و قراردادهای بسیار خوبی با هم دارن، ایران خیلی وابستگی داره به اقتصادش به هند، از نظر نفت و گازی که به هندیا میده، از اون بر از اونها خوراکی میخره، برنج و غیره، اینه که نمیخواد روابطش با اینها به هم بخوره. به هر حال این ملاحظات سیاسی رو همیشه در نظر میگیرم. جناب دادرس، شما در ابتدای صحبتاتون به خوبی اشاره کردید به دیدگاه اسلامی و فکری که پشت این حملات تروریستی میتونن باشن، اما از سوی دیگه وقتی به عمل کرده این گروه، این تیم ترور جمهوری اسلامی یا حالا منتسب شده به جمهوری اسلامی که از جزیره پوکت وارد پاتایا میشن و بنابر گزارش مطبوعات تایلند، این ستن از چند روسپی هم خواستن که در طول اقامت خود در تایلند با آنها همخوابگی هم داشته باشه و اونا را همراهی کنه. این حرکات غیر حرفه‌ای با این دیدگاه غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی با این دیدگاه اسلامی و فکری جمهوری اسلامی در تضاد کامل قرار داره. آیا به لحاظ امنیتی اینا به نحوی ردگمکنی بوده یا با همین دیدگاه اسلامی و فکری برای حفظ مسائل امنیتی خودشون اینها در واقع مشروع میدونند استفاده از روسپی‌ها را؟ این چگونه شما به این مسئله نگاه میکنید، مخصوصا به لحاظ کارکرد امنیتی قضیه؟ من هر دوش رو میتونم عنوان کنم، توضیح میدم. از نظر دیدگاه اسلامی یک واژه‌ای هست به نام تقیه. این تقیه همه چیز رو امکان پذیر میکنه. ببینید، برای پیشبرد کار اینها معتقدن که از هر وسیله و ابزاری باید استفاده کرد برای پیشبرد اسلام، و این ممنوعیتی نداره.
این اینجاش حل میشه، حتی آخوندها هم اینو فتوا هم دادن و در بعضی موارد میدن. ولی در مورد مسئله امنیتیش اتفاقا خیلی جالبه. ببینین لودگی که اینا نشون دادن، این کاری که اینها کردن و این روسپی‌ها رو با خودشون همراه کردن، یه نوع ردگمکنیه. شاید هم اینها هنوز ما خب ازشون یه حرکاتی دیدیم، ولی شاید ماموران ورزیده ای هم باشن که بر اثر یه اتفاقشون، میدونید خود مواد منفجره رو وقتی دستکاری میکنن ممکنه بر اثر یه حادثه، چون این ماده که من نام بردم در مجاور رطوبت و یا آب حالت انفجاری، حرارت میره بالا و انفجار دست میده، ممکنه بر اثر یه تصادف منفجر شده باشه. ما نمیدونیم حالا عمل اینا چی بوده دقیقا، پولیس تایلند صحبت ها. ولی اصولا همراه کردن روسپی ها شک رو کمتر میکنه نسبت به ایرانی اونجا، چون معمولا یک شناختی که از تروریست یا توهکار یا آدم کش اسلامی هست که این حتما یه ریشی داشته باشه و عمامه یا حالت وجنات اسلامی و حتی تو خیابونم نماز بخونه. خب این خودش یه نوع ردگم کنی. اگه به این جوان ها نگاه بکنی میبینید که حتی اون خانوم هم که عکسش تو فرودگاه دوربین های امنیتی گرفته بود، در حقیقت نشون میدادن که آدم های خیلی مثل دیگران هستن. این خودش یه نوع ترفند در کارهای اطلاعاتی که شک پلیس رو کمتر بکنه به اینا. آقای دادرس عزیز، من آخرین سوال رو از خدمت شما بپرسم، خستتون نکنم. چقدر من خودم شخصا از شما و صحبت‌های شما استفاده می‌کنم و قبل از صحبت‌های شما و قبل از اینکه در برنامه‌های تلویزیونیتونم شروع کنید، من ابتدای صحبتم هم به شما عرض کردم، من از سایت فرهنگ ایران شما و مقالات شما استفاده بسیاری کردم و می‌کنم. من حالا چون تحصیلات آکادمیک داشتید آقای دادرس، اجازه بدید یک سوال دانشگاهی، یعنی فعلا هم من خودم رو دانشجو میدونم، از شما بپرسم. آیا استفاده از ابزار ترور در سرویس‌های اطلاعاتی دنیا خیلی عادی و رایجه یا نه بعضی از سرویس‌های اطلاعاتی از این ابزار ترور در ذات هست حالا با هر منطقی استفاده میکنن و بعضی از سرویس‌های اطلاعاتی دنیا اخلاقا و قانونا از این روش ها استفاده نمی کنن؟ میتونید اینو به صورت کلی، من چشور خاصی مد نظرم نیست با توجه به دانشی چه دارید، اینو برای من و شاید بینندگان دیگه که این سوال در ذهنشون باشه روشن بفرمایید؟ خیلی ممنونم و تشکر میکنم از این چه دعوت منو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. خواهش میکنم. من فکر میکنم برای اینکه به این مسئله بپردازیم، چون یه مسئله بسیار مهمیه و خب وجود داشته، حسب مخالفین یا حسب دشمن. ببینید، ما باید کشورها رو به دو دسته دموکرات، کشورهایی که با دموکراسی اداره میشن و کشورهایی که با دیکتاتوری اداره میشن. خب بودن کشورهایی که با دموکراسی هم اداره میشدن، ولی مثلا 50 سال 60 سال پیش متدها و روشهایی که اون زمان در جریان بود، برای نمونه در همین فرانسه موقعی که مسائل الجزایر، استقلال الجزایر پیش اومده بود، سرویس های امنیتی فرانسه و ارتش فرانسه کشتار هم کردن، شکنجه هم کردن، مخالفین رو در همین پاریس هم از بین بردن. خود اینها هم الان میگن دیگه، مشخص شده، یا ممکنه امریکایی‌ها در بعضی نقاط یک کاری کرده باشن. ولی الان در این روزگار سرویس اطلاعاتی با پلیس سیاسی فرق میکنه. اینو من در یک مطلبی اتفاقا اشاره کرده بودم بهش. ببینید، در مورد ساواک بود و زمانی که گذشته این اتفاق افتاد. ببینید، ما سازمان های اطلاعاتی تا جایی که من کشور غربی رو میشناسم، دیدم، بررسی کردم، اینها علمی کار میکنن، اینها بر اساس قانون کار میکنن و کارشون به قول اینایی که توی کامپیوتر اینا کار میکنن سافته، کار نرمه، کار خشن نیست. یه سرویس اطلاعاتی وظیفش پلیس سیاسی نیست، شکنجه نیست، کتک زدن مردم نیست. حتی اگر مکالمات تلفنی کسی انجام میدن، این قانون وجود داره که اگر اون شخص متوجه بشه بره شکایت کنه و دادخواست بده.
ولی در بسیاری از کشورهایی که با سیستم‌های دیکتاتوری اداره میشن و خودکامه اداره میشن از جمله جمهوری اسلامی، اونجا دیگه به اینها نمیتونیم ما بگیم سرویس اطلاعاتی یا سازمان اطلاعات، نه، اینها سازمان‌های پلیس سیاسی هستن و برای بقای حکومت فردی یا گروهی یک تعدادی کار میکنن و اینها برای پایدار موندن همه کار انجام میدن. این فرقش خیلیه، چون برای همینه که در یه دموکراسی که ما معتقدیم که مردم ها به سوی دموکراسی برن دیگه جایی برای این کارا نباشه. ولی خب در بعضی موارد ما در جنگ سرد بین غرب و شرق دیدیم، خب این مال 20 سال پیش بود، تا 20 سال پیش که دیوار برلین فرو ریخت جنگ سرد ادامه داشت. پس از جنگ جهانی دوم سرویس های KGB روس یا CIA یا دیگر سرویس های غربی اینها جاهایی شد که مخالفین خودشونو سمت دادن، مخالف خودشو ترور کردن، حتی اسرائیل و اعراب باز دیده شد که یعنی همین الان هم دیده میشه که اینها باز برای با هم یه جنگ پنهان دارن. اینه که فرق میکنه نوع کشور، نوع سیستم حکومت، ولی در یه سیستم دموکراسی کمتر این اتفاق میفته، کمتر دست به این کار میزنن. من فکر نمیکنم مثلا ژاپن، یک کشور ژاپن که خب یه سیستم دموکرات داره، هیچ جا اسمش اومده باشه که سیستم امنیتیش مثلا رفته کسی رو شکنجه کرده یا رفته مخالفینش رو کشته. ولی ممکنه چینی ها این کارو بکنن، یا روسا همین الان هم مخالفینش آقای پوتین در جاهای مختلف جهان سرکوب میکنه یا مسموم میکنه یا سرطان بهشون وارد میکنه و از این کارهایی که اتفاق افتاده دیدیم. خیلی ممنونم آقای دادرس جرامی که وقتتون رو در اختیار من و بینندگان قرار دادید. سپاسگزارم. من و شما سپاسگزارم آقای جان. امیدوارم که همیشه موفق و پاینده باشید. شب و روز شما خوش. تشکر.